اینجا از لام تا کام حرف میزنی. درود دوستان عزیز، به لام تا کام خوش آمدید. شماری از کاربران فضای مجازی گفتند نیروهای امنیتی از خودروهای گروه صنعتی میهن تولید کننده محصولات لبنی در ایران برای سرکوب معترضان استفاده کردند و خواستار تحریم محصولات هلدینگ میهن در ایران شده اند. در ادامه گزارشی از مجتبی پور محسن را مشاهده می کنید. در ادامه این ویدیو نظرات مختلف کاربران رو در مورد تحریم شرکت میهن با هم مرور می کنید. چرخش نام یک بستنی در دهان معترضان در میدان باتون و سرکوب و گاز اشکاور، در خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که در آن نظام در مقابل معترضانی قرار گرفته که از خواستهایشان کوتاه نمی آیند، برخی معترضان از جابجایی نیروهای دستگاه سرکوب با ماشین‌های حمله بستنی شرکت میهن خبر دادند. پس از افشای آمبولانس‌هایی که به جای زخمی نیروهای مسلح را به صحنه اعتراض‌ها می‌برند و بازداشتی‌ها را برمی‌گردانند، حالا خودروهای یخچالدار حمله بستنی میهن متهم به همکاری با دستگاه سرکوب شدند. گروه صنعتی میهن یک شنبه در حساب اینستاگرامیش خبرها در این مورد را کذب و ناجوانمردانه خواند و اعلام کرد کسی تا کنون سند و مدرکی در مورد همکاری این شرکت با دستگاه سرکوب ارائه نکرده. شرکتی که پیش از این در یکی از اعیاد مذهبی در یکی از محلات تهران به شکلی تحقیرآمیز بستنی پخش کرده بود. اما شرکت میهن متعلق به کیست و چه سابقه ای دارد؟ ایوب پایداری، متولد 1335، مالک هلدینگ میهن، صاحب 65% بازار بستنی و 50% شیر استریلیزه کشور که به گفته خودش کارش را با یک گاری بستنی فروشی آغاز کرد و در سال 1354 شرکت میهن را بنیان گذاشت. انقلاب 57 اگر منجر به مصادره اموال بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ به دست جمهوری اسلامی شد، به خانواده پایداری و اموالشان آسیبی نزد. در عوض شرکت میهن بزرگ و بزرگتر شد و حالا نه فقط در بازار لبنیات بلکه در صنایع پلیمر و مواد غذایی دیگر نظیر چای و برنج هم فعالیت دارد. اینها تنها بخشی از شرکت‌های ایوب پایداری است، کسی که به گفته خودش آمد و رفت دولت‌ها و وزرا خللی در کارش ایجاد نکرده. خانواده پایداری هم مثل برخی از فعالان صنایع ایران عضو حزب باد بودند، شاخه نسیم. سال 96 دولت روحانی در مراسمی از ایوب پایداری به عنوان صنعتگر نمونه تقدیر کرد و در حضور محمد جواد ظریف به او نشان امین الضرب اهدا شد. اما پشت داستان شیرین توسعه غول هلدینگ میهن فساد اقتصادی هم دیده شده. بهار سال 1401 فهرستی از 12 عبر بدهکار بانکی کشور منتشر شد که در صدرشان کسی نبود جز ایوب پایداری با 2775 میلیارد تومان بدهی. اسفند ماه سال 98 بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی موسوم به 4200 تومانی را منتشر کرد. چهارمین شرکتی که بیشترین ارز دولتی را گرفت طبیعت سبز میهن بود، متعلق به ابوالفضل پایداری، فرزند ایوب پایداری، با دریافت بیش از 670 میلیون دلار ارز دولتی که بنا به اعلام بانک مرکزی بیش از 56 میلیون یورو آن را برنگرداند. بعد از اعلام این اطلاعات ابوالفضل پایداری خیلی بی سر و صدا از شرکت طبیعت سبز خارج شد، اما یک پایداری دیگر جای او را در شرکتی گرفت که چند بار تغییر نام داده بود. او حالا مدیر عامل شرکت بستنی سازی میهن است که خود 435 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کرده. در سال 98 شرکت افراسنوبر سبز ایرانیان، یکی از شرکت‌های اقماری ایوب پایداری، بیش از 553 هزار دلار تنها برای واردات چوب بستنی ارز دولتی دریافت کرد. یکی از حامیان شرکت میهن در سال‌های گذشته حسین مدرس خیابانی بود، وزیر صنعت معدن و تجارت دولت روحانی و استاندار سیستان و بلوچستان در دولت رئیسی. ابوالفضل پایداری پیش از آن که بانک مرکزی تخلفات ارزی شرکت میهن را اعلام کند، مدعی شده بود که به ازای همه ارزهای دولتی دریافت شده، کالا وارد کشور کرده. اما بهمن ماه سال گذشته معاون فنی گمرک ایران از تخلف 60 میلیون دلاری یک شرکت لبنی بزرگ خبر داد با حسابسازی و بیشنمایی ارزش کالاهای وارداتی.
مجموعه‌ای از فعالیت‌های فراقانونی ایوب پایداری و شرکا در هلدینگ میهن، همون که در عروسی پسرش این گونه پول‌های پاشیده شده جمع می‌شد و در یک مصاحبه از دهه 70 و دهه 80 انتقاد کرد. ده 70 و ده 80 اصلا کارکن نیست. کارکن نیست. نه. بخوام میتونم مثل شما کار بشم. بله، چنین رمز بگو، یه فرمول بگو. فرمول؟ زحمت بیشتر. با توجه به سابقه مالی پایداری به نظر میرسد رمز موفقیت او چیزی بیش از زحمت بوده. روابط و قراردادهای فسادآور حکومتی که دهه 70 و دهه 80 علیهشان به خیابان آمدند. سابقه که نشان میدهد حتی اگر بستنی‌های او آنگونه که شاهدان گواهی دادند طعم سرکوب و باطون نداشته باشد، مزه فساد دارد. مشتبه پور محسن، لندن. کاربری به اسم مارال نوشته تحریم محصولات میهن و دومینو که برای سپاه هستش و شرکت‌های زیر مجموعه میهن مثل لبنیات میهن، لبنیات دومینو و شرکت‌های مختلف دیگری رو هم نام برده. کاربر دیگری نوشته در کنار محصولات میهن، محصولات دومینو رو هم تحریم کنیم. صاحب شرکت دومینو برادر صاحب شرکت میهن هست. هر دو یکی هستند ولی با نام‌های مختلف. کاربر دیگری به اسم حامد نوشته وقتی فیلمی نیست که این موضوع رو ثابت کنه چرا زود قضاوت میکنید؟ همه اینها برنامه ریزی رقباست که میخوان یک شرکت رو خراب کنن. خدا رو شکر تو دوره‌ای هستیم که از بچه 2 ساله گرفته تا بزرگترا همه گوشی لمسی و دوربین دار دارن. پس چرا فیلمی از این موضوع پخش نشده؟ کاربر دیگری به اسم شهرام نوشته این بهترین نوع تبلیغات برای شرکت میهنه و با آگاهی این کار رو انجام دادن و امروز شاهدیم که تمام فضای مجازی و رسانه‌های ایران و حتی دنیا نام این شرکت رو میبرن و بعد هم تکذیب میکنن و دوباره از تکذیبیشون میگن و تا مدت‌ها فقط نام میهن رو میشنوید. تبلیغات دنیای مخصوص به خودشو داره و شگردای مختلف. کاربر دیگری نوشته چقدر شما نمک نشناز هستید. این بنده خدا بستنی مهیا کرده بود برای بازداشت شدگان سرکوب تا ازشون پذیرایی کنه. کاربری به اسم الی نوشته میهن نمیخریم. مرگ بر دشمنی که هموطنم است. مرگ بر تمام افرادی که با پلیس همکاری دارن برای ریختن خون جوانان سرزمینم. نظر دیگری رو میخونیم که نوشته خیلی واضح هر کی تو مملکت ایران ثروت هنگفت داره مطمئن باش با این رژیم یک ربطی داره. این کارها و معاملات کار آدمای عادی نیست. ما از این پایداری ها زیاد داریم که همشون الان خفه شدن. کاربری به اسم مریم نوشته من تو گوهردشت خودم دیدم نیروهای سرکوب از کامیون بستنی میهن ریختن بیرون. پریناز کاربر دیگری در زیر این ویدیو نوشته اصلا مهم نیست که یگان ویژه جابجا کردن یا نه. همین که با این همه پرسنل اعتصاب نکردن یعنی با دولت هستن. وگرنه از همه بهتر میدونن که کارخونه شیر میهن اگر اعتصاب کنه لبنیات ایران فلج میشه. کاربر دیگری نوشته لوجستیک غذایی نیروها کل 1 ماه از طرف میهن بود و رایگان و از کامیونهای میهن برای بستن خیابانها استفاده میکردن. کار لوجستیک غذا و حمل و نقل بر عهده میهن بود و هزاران بطری شیر و خوراکی به نیروها از محصولات میهن دادن. از سالها قبل میهن کار لوجستیک برای نیروها میکرد. مینا کاربر دیگری اینطور نوشته یعنی فکر کردین شرکت میهن انقدر ساده است که با لوگوی میهن تو خیابون روز روشن؟ 3 روز پیش خبرگزاری اعلام کرد که قرار لبنیات روسیه رو تامین کنه، اونم صلواتی. خب حتما میهن همکاری نکرده و اینجوری شرکت میهن رو مردم تحریم میکنن، کسی نمیخره، اینا هم میفرستن روسیه. به قول خودشون ابرقدرت بدهکار هست. اینا ببینن یکی بزرگ شده با کله میزننش زمین. احمد کاربر دیگری نوشته لطفاً از همکاری شهر فرش و استفاده از ماشین‌های شهر فرش با نیروهای سرکوبگر و سپاه هم خبر بدین. کاربر دیگری اینطور نوشته میهن میفهمه تحریم مردم سخت‌تره یا تحریم سپاه. هیچی نخرید، هیچی. نمیمیرید که. یادتون باشه هر چیزی بخرید از میان خون نیکا و مهسا و بقیه شهداست. محمد کاربر دیگری نوشته آقای پایداری مالک بستنی میهن متصل به بیت رهبری از یک سو و سوی دیگر دست در خزانه ارضی کشور و احداث کارخانه بزرگ با ظرفیت روزانه 300 تن مقواسازی راشا کاسمیان توسط پسرش حسین بر سر سفره انقلاب خیمه زده و میبایست از امکانات حاصل جهت سرکوب مردم استفاده کنه.
کاربر دیگری هم نوشته بابا چرا آخه باید چنین کاری بکنه؟ اونم با ماشین خودش. یک ذره فکر کنید، حتی عکس و فیلمی هم نیست. من با شناختی که از این مجموعه دارم مطمئنم یه سری از رقبا دارن از آب گلالود ماهی میگیرن. کاربر دیگری به اسم طلا نوشته شک نکنید واقعیت داره. 60% از شیر کل کشور به ایشون تعلق داره. از نعمت دلار 4200 برخورداره. 10,000 دلار بدهی پرداخت نشده داره که اصلا بهش فکرم نمی کنه. یا تو این مملکت همچین حمایتی میشن. اصلا نیاز به فکر کردن هم نداره. سهیل کاربر دیگری هم نظر خودش رو اینطور نوشته. بدون مدرک ثابت شده، به این میگن غریزه گروهی. اصل موضوع رو فراموش نکنیم. توی اون لیست اسامی دیگه ای هم هست. یک مقدار تفکر لازمه. و آخرین کاربر هم اینطور نظر داده. من خودم بارها و بارها کف خیابون گلوی خودم رو پاره کردم و شعار دادم و در حد توانم واسه پیروزی جنگیدم. اما لطفاً بیاییم فهیم باشیم، احساس قبل از جنایت نکنیم. ایوب پایداری نه پدر منه، نه آشنای منه، نه اصلا دیدمش، ولی اون همون بود که با یک چرخ دستی به اینجا رسید. اگر هرچی هم هست نون بازوشو خورده. همه شرکت‌های صنعتی وام می‌گیرن. حالا اون که جدا از صنعتی بودن یه شهر مجزاست به چه بزرگی که نون 1,000 کارگر رو میده. چه گناهی دارن اون کارگرا؟ ما داریم با تحریم میهن به 30,000 کارگر صدمه میزنیم. همونایی که الان گلوی خودمونو داریم براشون پاره میکنیم. لطفاً خواهشاً التماس میکنم تا اثبات نشده این حرفا رو نزنید. من حتی یک کلیپم ندیدم که این قضیه رو اثبات کنه. شاید کار رقباشون باشه، پس بیاین منطقی و واقع بین باشیم. نه به خاطر ایوب پایداری، نه به خاطر پسراش، فقط و فقط به خاطر کارگراش و اونایی که میهن نون سر سفرهشون میذاره. بذارید مدرکش در بیاد، بعد هممون تحریمش میکنیم. ما داریم واسه میهنمون جونمونو میدیم، پس بازیچه یه عده نشیم که هدفشون ماهی گرفتن از این آب گلالوده. خب دوستان، شما چه نظری دارید؟ آیا شما هم مانند شماری از کاربران فضای مجازی معتقدین که نیروهای امنیتی و سرکوبگر از خودروهای این شرکت برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند؟ آیا شما هم خواستار تحریم محصولات این شرکت هستین و یا نظر دیگری دارید؟ نظراتتون رو کامنت کنید.